این مورد بیشتر صحبت میکنیم با مهدی روحانی، سخنگوی وزارت فایدامه. سلام و شب شما بخیر. خیلی خوشامدید آقای روحانی. با تشکر، سلامت باشید. آقای روحانی، امروز که شما پیمان ساخت جاده دری صوف شب باشک ولایت سمنگان امضا کردین، میشه جزئیات بیشتر در مورد این جاده بتین به اینکه چه زمان طرح و دیزاین از این پروژه آغاز شده بود تا بالاخره امروز شما به مرحله امضا رسیدین و تا چقدر مدت در بر میگیره که جاده ساخته شود؟ تشکر. در قدم نخست سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همکاران محترم شما و همچنین خدمت تمام بیننده های به نهایت عزیز تلویزیون جهانی ترو نیوز. و در مجموع پروژه هایی که وزارت فایدامه ما تطبیق میکنیم در ولایت های مختلف و در کاملا مناطق ناامن و دردراز، بنابراین پروژه های ما کاملا فرق داره و پروژه که تطبیق میشه اولا چون وقت گیر و زمان گیر می باشه، اولا در قسمت سروی، بعد از سروی دیزاین، بعد در مراحل استملاک و تمام موضوعاتش. خب بعد با تمام مشکلات ما تانستیم خوشبختانه که قرارداد اعمار سرک ولسوالی در صف شب باشک ولایت سمنگان به طول بیش از 37 کیلومتر و به هزینه بیش از 1,493,000,000 افغانی امروز بین وزیر صاحب وزارت فایدامه جناب یاری صاحب و همچنین نماینده شرکت قراردادی ما تانستیم را به امضا برسانیم که در مدت 34 ماه و 10 روز کاری تکمیل خواهم شد و شرکت قراردادی مکلف است که طبق ماده قرارداد و نظر به وقت و زمان مشخص پروژه را به پای اکمال برسانه. البته در مسیر سرک ما به تعداد 10 پای پل به طول مجموعی 80 متر و همچنین 112 پای پل چک به سایز های مختلف و همچنین دیوارهای استنادی در مسیر وجود داره. بنابراین انجنیرای مراقبت کننده وزارت فایدامه به طور 24 ساعت از پروژه ما مراقبت میکنه و طبق ماده قرارداد که در ماده قرارداد مواد ذکر شده از طرف پرسنل وزارت فایدامه که به طور 24 ساعت در ساحه حضور دارند، قبل از استفاده شدن مواد که شرکت در پروژه استفاده میکنه، مواد در لابراتوار تست میشه و طبق ماده قرارداد که مواد از کیفیت برخوردار باشه برشون اجازه داده میشه و اگر خلاف ماده قرارداد باشه بنابراین اجازه کار برشون داده نمیشه که انجنیرای مراقبت کننده ما به طور همه روزه از نظارت خواهم کردن از تطبیقشون و از کیفیتش. آقای روحانی، همیشه نگرانی ها از این وجود داشته که پروژه های جاده سازی به ویژه دست به دست میشه، یک شرکت پیمانکار که میگیره میره با شرکت دیگه را با فروش میرسونن تا او شرکت را بر عملی بسازد. این قسمت شما چی تضمین میدین که پس از این چون این کار صورت نمیگیره و این که شما امروزی پیمانه با شرکت امضا کردین، از اینا هم تضمین گرفتین که اینا خودشان باید عملا این پروژه را تطبیق بکنن و بعد دست دومی پروژه را نسپاره؟ طبعا پروژه که میلان و طلبی سپرده میشه رقابت آزاد سپرده میشه، بنان بساس رقابت آزاد اینا برنده میشه و شرکت که برنده است اونا قانونا نزد حکومت جوابگو است و قانونا اونا باید پروژه تطبیق بکنه و اگر پروژه خلاف قانون تدارکات اونا عمل بکنه، بنان از طرف رهبری وزارت فایدامه و شخص جناب یاری صاحب شد جدیترین وزیر و پاکترین وزیر ما باشن که اینو فورا در ارگان های عدلی و قضایی معرفی میشه و بیشترین شرکت های متخلف کار در وزارت فایدامه در سال گذشته در تاریخ وزارت فایدامه اینا کارشان به ارگان های عدلی و قضایی و همچنین بلک لیست شدن و همچنین در دوره ای که در اداره تدارکات ملی بودن بیشترین شرکت ها را شرکت های متخلف کار را بلک لیست کردن و بنابراین فعلا هم شرکت که فعلا برنده شده و یک از شرکت های توانمند است که حدودا 3 پروژه را با وزارت فایدامه کار کرده، از لحاظ کیفیتش کیفیت خوبی را برخوردار بوده، بنابراین از لحاظ پرسنل، از لحاظ ماشینری و از لحاظ توانمندی خود را دارا می باشد. بنابراین بعض وقت است که پروژه ها طبق قانون میتونه که سب کانترکتور داشته باشه یا جوین منچر داشته باشه با یک شرکت دیگه، بنابراین اینا رو ما نمیتونیم که دو دیست بگوییم، در قانون هم چی ما داریم. به طور مثال پروژه را که میگیره باز اون حق داره که قانونا یک پروژه یک شرکت دیگر همراه خود جوین منچر بگیره، سب کانترکتور بگیره، ولی وزارت فایده ما در برخلاف ما که کار صورت نمیگیره، تمام پروژه با یک شرکت دیگه با قیمت بسیار کمتر، چون اگر او در قسمت کیفیتش توجهی ندارن با اون شرکت دیگه سپرده میشه که اونا برن کار ازیره و پیش برن، در اون قسمت کیفیت پروژه هم کمتر میشه و اینکه نظارت هم صورت نمیگیره از کارش. دقیقاً این خلاف قانون است و الحمدلله خوشبختانه فعلا ما هیچ پروژه‌ای در سراسر افغانستان به دست دو که خلاف قانون باشه نداریم و در سالهای قبل ما داشتیم که بدبختانه خلاف قانون با چند دست دیگه فروخته شده بودن که اولین کار که رهبری وزارت فایدامه کردن رهبری قبلی جناب بلیغ صاحب کردن و فعلا هم جناب یاری صاحب انجام میده. شرکت های که خلاف قانون تدارکات کار کردن کلشان به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شدن و از طرفشان هم بلک لیست شدن که از طرف وزارت فایدامه پیشنهاد کردن به اداره محترم کمیسیون تدارکات ملی و از طرف اداره محترم کمیسیون تدارکات ملی بلک لیست شدن. روحانی صاحب، این بیشتر روی برنامه های خود وزارت فایدامه صحبت های داشته باشیم، به اینکه پلان شما بر امسال چی است که شما چقدر از جاده ها را در سطح افغانستان می سازین و چقدر هزینه نیاز داره؟
در مجموع هزینه وزارت فایدامه یک هزینه کلانتر است. بعد از وزارت داخله، دفاع و معارف 170 میلیارد افغانی برای امسال ما برای پروژه های خود داریم، که اگر شما بیش از او چیزی داشتیم، چون زیادتر پروژه های ما که در صنعت بودجه اونا تعهد مالی نداشتن، بنابراین اونا از پلان امسالی ما لغو شدن چون تعهد مالی نداشتن، و پروژه هایی که تعهد مالی دارن بیش از 170 میلیارد افغانی است که اونا رو ما امسال باید تطبیق بکنیم. که به طور مثال میخوام یادآورشون پروژه های ما که از سرهای انتقالی سرک حلقوی افغانستان است، یعنی قیصار لومان که فعلا خوشبختانه کارش جریان داره در دو بخشش، و بخش های متبقیش هم ان شاء الله بزودی کارش آغاز خواهم شد، و همچنان سرک در سوف الا یکاولنگ که یک راهی بدیل بر تونل سالنگ است، که از دو بخش فعلا کار جریان داره، از طرف بخش اولش از بغلان و بخش دومش از طرف بامیان، و بخش های متبقیش هم ان شاء الله بزودی کارش آغاز میشه، که همزمان ما 6 قسمت کار دی بخش آغاز خواهم کردیم. و بخش دیگه هم سرک حلقوی کابل است که بخش اولش از طرف وزارت فایدامه کاملا موضوعاتی که مربوط به ما بوده ما تکمیل کردیم، فعلا به خاطر استملاک به شورای محترم کابل است که اونم بازودی ان شاء الله استملاکش ختم میکنه، و ما آماده است که برای امسال بخش اول سرک حلقوی کابل رو بسازیم. خب در مجموع پروژه های کارانه که داره، ما در قسمتی که زیادتر همتان های عزیز ما از کیفیت پروژه ها نگران هستند، از حفظ مراقبتشان، به طور مثال سرک کابل قندار ما شما داریم، و در چند قبل بعضی تصاویری که در مسیر شرکه کابل قندار این بخش شاجوید ما داشتیم که بیشتر این تخریبات ما در قسمت داریم. بنابراین برای امسال ما پلان داریم که سرک کابل قندار را به طور اساسی ترمیم بکنیم، که برای فعلا از پل کمپانی الا ولایت غزنی به طول 100 کیلومتر سروی و دیزاینش ما کامل کردیم، و یک بخشش بیش از 3 کیلومتر در روزهای نزدیک به ایران داوطلبی سپرده میشه، و متباقیش هم فعلا در سر اسنادهای تدارکات تدارکاتی کار میکنه، که بعد از اسناد تدارکاتی کارهای اونا هم آغاز خواهم شد. و از غزنی الا قندهار فعلا به طول 55 کیلومتر سروی و دیزاینش تکمیل است که سر اسناد تدارکاتی کار میکنه، و بعد از اسناد تدارکاتی میره به کمیسیون محترم تدارکات ملی، و از بعد از منظوری کمیسیون محترم تدارکات ملی کارو را آغاز میکنیم. و فعلا هم دو تیم انجینیر سرویر ما در ساحات قندهار مصرف سرویس که ما بتونیم شورای عمومی کابل قندهار را به طور اساسی ترمیم بکنیم، و در کناری که رهبری وزارت فایدامه پروژه های جدید را ما تمویل میکنیم، دونرهای ما تمویل میکنه و ما میسازیم، توجه بیشتر در قسمت سرمایه ملی خود که در سالهای قبل ساخته شده بود به هزینه 4 میلیارد دلار آمریکایی، و فعلا ما کوشش میکنیم که اونها را هم به طور اساسی حفظ مراقبت بکنیم. خوشبختانه با دونری که رهبری وزارت فایدامه مذاکرات داشت، ما خوشبختانه موفق شدیم که به خاطر حفظ مراقبت شورای کابل جلال آباد و کابل قندهار حدود 3 میلیون دلار آمریکایی رو بانک انکشاف آسیایی برای ما میته، که ما بتونیم را به طور اساسی ترمیم بکنیم. البته همکاری بانک انکشاف آسیایی با وزارت فایدامه در بخش زیربنای ترانسپورتی هم در قسمت ساخت جدید پروژه های ما است، و هم در قسمت پروژه هایی که در سالهای قبل ساخته شده است. شما در صحبت هایتان از سرک حلقوی کابل یاد کردید که چندین سال است که باشندهای کابل انتظار از این را میکشند که چه زمان کار ساخت از این آغاز خواهد شد. مشکل استملاک از این به کجا رسید، و شما چی تضمین میتین که امسال حداقل بتونین بخش نخست از این کارش آغاز بکنین تا مردم امیدوار شه به اینکه خب این پروژه عملی خواهد شد در افغانستان، و ما شاهد از این بودیم که یک روز از سرک حلقوی کابل بهره برداری خواهد کرد. خب دقیقاً از سال 2008 تا به این سال مشکلات ما در سرک حلقوی کابل داشتیم، ولی خوشبختانه رهبری وزارت فایدامه ما تونستیم که بخش اولش از شورای عمومی کابل قندهار قلعه عبدالعلی الا با عبور از شهرک مهدیه و کوههای قروغ وصل میشه به شورای عمومی کابل لوگر، که این بخش اولش تکمیل سروی و دیزاینش از طرف وزارت فایدامه تکمیل شده، و اداره مستقیم و اداره محترم کادستر نقش خطکشی خود انجام داده، و کل خاناتی که در اونجا فعلا ساخته شده مشخص شده که چقدرش سنت های عرفی داره و چقدرش مالکینش هم مشخص شده که کدامش زمینش از دولت بوده و خانه از طرف مردم ساخته شده، و یا کدام بعض ساحات از کم زمین و هم خانه از خود هماتایان عزیز ما مشخص شده، و شورای محترم کابل فعلا موضوع استملاکشون رو پیش میبره، و رهبری وزارت فایدامه آماده است که برای امسال ما بخش اولشان رو بسازیم. سپاس از تشکر شما.